های تهران دستگیر کرده و با خود بردند. ادامه خبرها. رمضان‌زاده سخنگوی سابق آخوند خاتمی که اکنون توسط باند قالب دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، قبل از دستگیری طی سخنانی درباره بحران درونی رژیم گفت: آقای رمضان‌زاده با مقام دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی دوستان ما رو گرفتن که ما بترسیم. هیچ دلیل دیگری برای دستگیری این دوستان وجود نداره. تصمیم گرفتن یه کارهایی بکنن. به تعبیر آقایی تصمیم گرفتن که کشور رو بفروشن. داد زدن، فریاد زدن، امتیاز نمیدیم، امتیاز نمیدیم. به یه جایی رسیدن باید امتیاز بدن به خارجی و از هم مصالحه امتیاز به خارجی گرفتن ما ها شروع کردن. اول سال اول خانمه رو بترسونن، بعد دیدن نمیشه، بعد گفتن عوضل قباش رو میترسونیم، اونم دیدن فایده نداره. نوبت ما ها رسیده. پشت قضیه هیچی نیست رو ترسوندن. اگر نترسیدین استعداد عقب میشه. تجربه تاریخی هم داریم. دقیقا سال 54 شاه همینجوری عمل میکرد. پول نفت زیاد شده بود، فکر میکرد با پول نفت هر کاری میتونه بکنه. همه مخالفا رو گرفته بود انداخته بود زندان. بعدش هم اعلام کرد هر کی با من نیست پاسپورت بگیره بره بیرون. ما از این مملکت بیرون نمیریم. این مملکت مال ما، هر کی بخواد مملکت رو بفروشه جلوش میستیم. دوستانمون هم تنها نمیذاریم، اگه لازم باشه همه همون میریم زندان. توی همه این آدم های قدر قدرتی که دارن دستگیر میکنن و میریزن و تیراندازی میکنن، یه نفر پیدا نمیشه بگه که به کدوم دلیل این بچه ها رو گرفتن. فقط میخوام بترسونم. ارتباطات رو دارن قطع میکنن. یه خبرگزاری کوچیک رو که آقای حیدری اداره میکرد نمیتونن دیگر تحمل بکنن. میدونن ناکارآمدن و مدیر نیستن. دارن گاز رو میفروشن به هندی ها به قیمت پایین تر از بدتر قرارداد چیز قرارداد ترکمنچای. همه جا رو دارن به باد میدن. خب باید یه دارم بگیرم دیگه. خب اگر یه حکومت همه چیزو داره به خارجی واگذار میکنه، نتونه چهار تا دانشجو رو بگیره، چهار تا فعالیتی رو بگیره، چجوری اسم خودشو میذاره حکومت؟ ما وجه المصالحه شدیم. دوستان ما هم اگر ما بترسیم آزاد نمیکنن. بایستیم اختلافات کنار بذاریم. مثال برشت رو یادتون باشه که اول کمونیستا رو میگیرن، بعد یهودی ها رو میگیرن، بعد لیبرال ها رو میگیرن، بعد ما رو میگیرن. ما باید روی یه نقطه تکیه بکنیم. هر کس در این مملکت فعالیت سیاسی قانونی مسالمت آمیز میکنه حق آزادی فعالیت سیاسی داره و هر کس مخالف این رفتار عمل میکنه مستبده و هر نامی که میخواد باشه. ممکنه نتونیم دوستانمون رو آزاد بکنیم. ما رفت غیر مدنی نشون نمیدیم. ما رو به خارجی نمیاریم مثل اینا. ما امتیاز به خارجی نمیدیم. اگر مقاومت کنی این فنری که اونا دارن بهش فشار میارن که بشکننش میجهه. وقتی جهی مملکت رو آزاد میکنی. مقاومت کنی این وقت پیروز ماری. خیلی ممنون.